دوستان سلام، رضای قصه گو هستم، میخوام قصه کافه. خوشحال شده. سلام دوستان، شهرزاد قصه گو هستم. از اونجایی که تو خیابون ایران شهر هر چی میری جلوتر به کافه های خوب برمیخوری، امروز اومدیم امارت گل. با من همراه باشید. امارت فرهنگ و غذاه، قدمتش تقریبا 80 ساله و جزء آثار با ارزش او یک استاد ارمنی به نام پولاکاره. اینجا هر کدوم از اتاقای اس داره. این اتاق اسمش اتاق نوستالژیه. به نام مهدی افشارنی که رمان نوشته به اسم رمان گود، که اسم اینجا هم بر اساس این رمان انتخاب شده. گود به معنی گود زورخونه، که اینجا اتفاقا یه زورخونه هم داره که متاسفانه الان امکان بازدید نداره. از اینا واسه این یکم بیارم، فکر کنم خیلی سنگیناره. وای خیلی خب بچه ها، از این المانه اینجا خیلی استفاده شد که من یکیشو میخوام با خودم ببرم. نه نمیدونم. اینجا هم اتاق وی آی پی شونه که بیایید با هم ببینیم. به به، سلام، چه خبر؟ اینجا یه اتاقیه که خیلی جا داره. فکر کنم مثلا مهمونی خانوادگی، کسا که حالا میخوان دست جمعی بیان، ایده خوبی باشه اتاق وی آی پی. به به، اینجا هم روف گاردنه. خب چرا ما هر جا میریم شما همون جایید؟ سلام علیکم. سلام. ما هستیم همیشه همه جا، فقط این فرهوده رو نمیدونم چیکار کنم نباشه دیگه. و گلاشم طبیعیه. بچه اینجا حیات مجموعه است، یه محیط فوق‌العاده با صفاه و میز صندلی‌هاش هم اصلا فاصله داره. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما تو این هوای تابستونی شبا اینجا یه سری بزنید و از محیط لذت ببرید. مگه میشد هم چیزی نخره؟ من تصمیم گرفتم امروز یکی دوتا از این دستبندا رو بخرم. آقا یه توضیح راجع به اینا میدید لطفا؟ این دستبندا کار زنه بلوچیه، قیمتشون هم 50 تومنه. خب یه لطفی میکنید اینو به هم بدید. اینا کار دست زنه بلوچه، قیمتش هم 50 تومنه. خوشگله، کار دسته. ببینیم چجوری میشه. آخه چه باله. مگس هاست بود، کیک هامون نشینم. یکی دوتا کوچولو اینجا هست. خب رسیدیم به قسمت جذاب داستان که من عاشقشم. امیر حسین بیا منوی اینجا رو نشون بدیم. منوش هم با حال کلن عرقیجات و شیک و غذاهای با حال و همه چی داره. من الان عاشق آیس کافی هم. قهوه خور خیلی نیستم ولی آیس کافی خیلی دوست دارم. کیک امرام کیک شکلاتیه، درسته؟ شکلات پودری بود. آره سفارش دادیم. اینجا کلن خیلی محیط و لوکیشن با صفایی داره که جزء کافه های خوبه خیابون ایران شهره و من حتی بهتون پیشنهاد میکنم به اینجا یه سری بزنی. خلاصه این که آقای گودرزی چه خبر؟ سلامتی میدونه در تلاشم اینا بکنم. ببینم آقای گودرزی، من یه سوال برام پیش اومد راجع کاست کنترل قیمت های منوی کافه ها. چطوری میشه وقتی آدم وقتی یه کافه رو میخواد راه اندازی کنه این قیمت ها رو بتونه همش نظارت داشته باشه؟ این یکی از بزرگترین معضلاتی که الان داریم این مگس است. یکی از بزرگترین معضلاتی که الان شوخی کافه ها دارن قیمت گذاری محصولاته، چون هر روز داره مواد اولیه گرون میشه، هر روز داره
تغییر پیدا میکنه، نمیشه درست کنترل کرد. ولی نباید یه ذره هم الان این اتفاق افتاده که کافه ها میان عمل الان... کنم آه شما عمل کنم. بعضی از کافه ها میان میگن چون من اجاره بالایی دارم، مثلا یک قهوه‌ای که میگیرم کیلویی 400 هزار تومان و 50 تا شات مثلا ازش اسپرسو میگیرم، باید بیام اجاره هم سرشکن کنم تو اون قیمت تموم شده اون قهوه و بفروشم و با قیمت خیلی بالا. اون روزی من یه جایی دیدم اسپرسو زده بود 180 هزار تومان. واقعا 180 از اون قهوه خیلی خوبم بخوام استفاده کنم بالای کیلو 1 میلیون تومان که استفاده نمی‌کنم. این باعث میشه یه ذره مردم از کافه رفتن و وقت گذروندن توی کافه دور بشن دیگه. به نظرم بهترین روش اینه که حالا تو استانداردسازی منو دقت کنیم. اولش که میخواییم استارت کنیم کافه رو بندازیم، منو بنویسیم یا تغییر بدیم، اول یک لیستی از قیمت مواد اولیه در بیاریم، بعد بیایم لیوانای درست انتخاب کنیم، ظروف درست انتخاب کنیم از نظر حجم سی سی که نخواهیم هی متریال بیشتر اضافه کنیم از اون هم قیمت بره بالا. باید یک تناسبی بین کیفیت، حجمی که به مشتری میدیم و قیمت داشته باشیم. بیا کافه اینجا من امریکنش که خیلی خوب بود، یه ذره دماش پایین بود حالا، ولی خب قهوهش قهوهیه که ما میپسندیم. حالا من خودم قهوه خیلی ترش میخورم، ولی خب این قهوهیه که عامه مردم میپسندن. کافهی که میخواد قهوه کامرشیال بده یه قهوه استانداردیه که داره سرو میکنه. کیکش هم تست میکنم میگم اتفاق. با من شهرزاد قصه‌گو همراه باشید و نظراتتون رو برام کامنت کنید.